سلام، سامره هستم از کانال آلمانی آنلاین. خیلی خوش اومدین به کانال من. دوستان عزیز، از آخرین ویدئویی که من آپلود کردم فکر میکنم 4 هفته میگذره. اولا عذرخواهی میکنم به خاطر این تاخیر و اینکه خب بنا به دلایلی وقت نکردم متاسفانه ویدیو بگیرم. امروز اومدم تا براتون ویدیو با یک موضوع جدید داشته باشم. یکی از دوستان تو کامنت ها برای من نوشته بودن اگر میشه به موضوعات مختلفی که ممکنه تو آزمون یا همون امتحان B1 بیاد بپردازیم. من دوتا موضوع رو انتخاب کردم و آماده کردم برای اینکه ویدیو بگیرم. فکر میکنم این دوتا موضوع پشت سر هم بهش بپردازم و پشت سر هم آپلود بشه. یعنی امروز ما تو این ویدیو به موضوع اول میپردازیم، تو ویدیو بعدی به موضوع دوم. اما قبل از اینکه بریم سراغ درسمون، ازتون خواهش میکنم اگه کانال آلمانی آنلاین رو سابسکرایب نکردید، دوست داشتید سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید که اگه ویدیوی آپلود کردم اعلانش برای شما بیاد. ممنون از توجهتون. خب میپردازیم به موضوع امروز، شرایبن، که ممکنه حالا یه ایمیل باشه یا یک بریف باشه. با من همراه باشید. خب دوستان عزیز، همونطور که تو تصویر میبینید موضوع رو نوشتم. میپردازیم به موضوع. ایه هرد ایس کاپوت، میگه که اجاگاز شما خرابه. دیگه رپاراتور سرویس کومت مورگن، اون در واقع سرویس تعمیرات فردا میاد. مورگن زین زی ابا نیشت سو هاوزه، میگه فردا شما اما تو خونه نیستید. یه نکته که میخوام بگم اینه که توی امتحان زی در واقع شما هستید، شمایی که به در واقع اسمتون هست، پروفونکس تایل نیمه و در پروفونکس تایل نیمهین، یعنی شما شرکت کننده در امتحان هستید و زی تو تمام این آفگابه ها و صورت مسئله ها منظور شمایی هستید که دارید امتحان رو میدید و این آفگابه رو میخونید. اوکی، بیتن زی ایر نخبارین یوانا مولا هیلفه، میگه خواهش کنید از همسایتون خانم یوانا مولا برای کمک به شما. شرایبن زی ایر اینه نخیشت، براش یه پیام بنویسید، یه نخیشت یا همون پیام بنویسید. خب ما این پیام رو براش مینویسیم، اما چه جوری باید بنویسیم، چه جوری باید شروع بکنیم؟ شما میتونید دوستانه یا میتونید رسمی بنویسید، چون هم اسم کوچیک و هم اسم فامیلش رو نوشته، ما یه در واقع ناخیش ایمیل رسمی مینویسیم. خب حالا در مورد چی باید بنویسیم؟ تو امتحان یه خوبی که داره بهتون 4-5 تا پونکت میدن، نکته میدن یا همون موارد بهش میگن که در مورد اون موارد شما باید بنویسید. مثلا اینجا نوشته شرایبن زی اتواس سو فولگندن پونکتن، بنویسید یه چیزی در رابطه با این موارد زیل، مواردی که این پایین اومده. حالا چی هست این موارد؟ اولی میگه واقوم زی نیخ دازید، بنویسید که شما نیستید، آره ولی چرا نیستید. مورد دوم واس ایر نخبارین تون زول، در واقع این نخبارین شما که خانم میولا هست، براش دارید یه ناخیشت یا ایمیل مینویسید، چی کار باید برای شما بکنه؟ شلوسل، در مورد کلید اون وونون یا خونه که کلید رو باید بهش بدین، در موردش باید 2-3 جمله بنویسید. ویزی بای فراگن اغایش بار زیند، و شما چجوری موقعی که اون خانومه، موقعی که بای فراگن یعنی زمانی که اون سوالی داشته باشه، شما چجوری در دسترس هستید، تلفنی یا از طریق ایمیل، به هر حال یه جوری باید در دسترسش باشید که اگه سوالی داشت از شما بپرسه. این 4 تا نکته رو ما باید در موردش بنویسیم و تو امتحان B1 فکر می‌کنم 80 تا باید کلمه باشه. خب البته این نکته که 80 تا کلمه باشه اونقدر زیاد مهم نیست که طریقه نوشتن شما از لحاظ گراماتیکی درست باشه، جمله شما و کلمات یا همون وردشاتستون خوب و بالا باشه. در واقع اینایی که من ذکر کردم خیلی مهمتر از تعداد کلمه هست. شما میتونید 80 تا بنویسید ولی سر و ته نداشته باشه جملتون و هیچ چیزش درست نباشه، خب نمره نمیگیرین. اون نکته هم مهم هست. اون به این دلیل مهمه که شما یهو 30 تا کلمه ننویسید. حالا اگر 80 دارم 70 تا 75 تا نوشتید ولی خیلی خوب نوشتید، حتی ممکن نمره کامل هم بگیرید یا نزدیک به کامل. این از این نکته. و یه چیزی که خیلی مهم هست، فکر میکنم تو امتحان B1
دوستان 30 دقیقه وقت داشته باشن، تا جایی که میدونم 30 دقیقه است. خب ما باید حالا این 30 دقیقه رو مدیریت بکنیم و از دست ندیم. تو این 30 دقیقه ما باید آفکاوه رو بخونیم، متوجه بشیم، پونکت‌ها رو بخونیم، متوجه بشیم این موارد رو و شروع بکنیم به نوشتن. برای اینکه پاک نکنیم، چون خیلی مهمه که پاک نکنیم، چون پاک کردن خودش وقت شما رو خیلی میگیره، بهتره که نوت برداری کنید. گوشه همین کاغذی که یا همین آفکاب بوگنی که بهتون میدم برای امتحان، گوشه نکات رو بنویسید که اصلا شما چی باید بنویسید. نکات که اینجا داده شده، ولی ورچاتستون رو در واقع، این گوشه ورچاتستون یا فعلایی که میخواین استفاده کنین رو از ذهن بگذرونین. واهم زی نیخ دازین، چی باید من بنویسم؟ من چرا نیستم؟ خب نکته بعدی که خیلی مهمه و من همیشه به شاگردای خودم هم میگم، شما اجازه دارید از توی آفکابه فعل و کلمات رو وردارید و بنویسید، یعنی میتونید بنویسید. مثلا اینجا نوشته ایه هرد ایس کاپوت. شما اگر تو امتحان هیچ آنونگی نداشتید، هول شدید، استرس دارید، نمیدونید چجوری شروع کنید، در بدترین حالت خب آخرش اینه که به شما نمره کم بدن، ولی از خود جملات و کلماتی که داخل آفکابه داده صورت مسئله میتونید استفاده کنید. اینجا گفته heard is kaput، شما میتونید بنویسید mine heard is kaput، the reparator service kommt morgen، شما میتونید همینو اصلا کپی کنید. morgen sind sie aber nicht da، بنویسید morgen bin ich aber nicht zu hause oder da، یعنی در واقع اینجا یه چند تا چیز رو عوض میکنید از همینا. حالا دیگه بقیه رو باید ادامه بدید. حالا چرا خونه نیستید؟ خب به این فکر بکنید که باید بگید یه دلیل موجه بیارید، وگرنه خب به هر دلیل کوچیکی میخوایم برم آین کافه، میخوام با دوستم برم بیرون، اینجور چیزا نباید باشه، باید چیز خیلی مهمی باشه که شما مجبورید برید. به خاطر همین باید دلیل رو بیارید واقعا. خب اینو از ذهنمون بگذرونیم که چرا. خب میایم اینجا، من اینجا چند تا چیز نوشتم، چند تا حالا ورچاتس و کلمات و فعل ها رو نوشتم که خیلی کمک میکنه، شما میتونید گوشه دفترچه یا همون دفترچه آفکابتون یادداشت بکنید. خب دلیل چیه؟ مثلا من توی متنی که الان آماده کردم و میبینید نوشتم که میخوام که کسی رو آپولن کنم از فروش، از فرودگاه، میخوام خانمم از فرودگاه برم دنبالش بیام، خب یه چیز مهمیه و باید برم دنبالش. به خاطر همین من می نویسم که حالا آبهولن چجوریه، چجوری باید بنویسم. مثلا اینجا نوشتم یه مندن آبهولن، آن نوشتم یه مندن آبهولن. خب حالا میخوام از فرودگاه آبهولن کنم، فوم فلوکافن باید بنویسم، پس این فعل مشخص شد. حالا بعد میخوام از کسی کمک، در واقع خواهش کمک کنم که به من کمک کنه. این چرا کار نمی کنه پرانتز؟ خب بعد اینه که من میخوام از گفتم که من فردا نیستم و چرا نیستم، میخوام خانومم رو برم دنبالش بیارم از فرودگاه. حالا از شما درخواست کمک میخوام، از شما در واقع خواهش دارم، خواهش از کسی داشتن به خاطر چیزی. این فرمولیه که من اینجا نوشتم، یه مندن اکوزاتیو ام هیلفه بیتن، من از شما خواهش میکنم، ایش بیته زی ام هیلفه، که به من کمک کنید. شما حتی میتونید این رو به حالت اینفینیتیو پلوسو بنویسید، ایش بیته زی میه سو هلفن، من از شما خواهش میکنم که به من کمک کنید. اینجوری هم میشه نوشت. خب حالا من حالت نومینالی زیغون کردم که با پرپوزیسیون، حرف اضافه و در واقع اسم باشه. خب بعدی چیه؟ بعدی اینجا نوشته که واس ایه نخبارین تون زول، چیکار باید نخبارین شما بکنه؟ نخبارین شما باید اجازه بده که در واقع در رو باز کنه برای رپاراتور سرویس. در رو باز کردن خب به همین راحتی آفماخه نیست، باید بهش شلوسل بدیم. باید چیکار بکنه؟ باید در ما رو آف شلیسن کنه، با کلید باز کنه. اینو ما تو ویدیوها گذاشتم، یکی از ویدیوها در همین مورد فعل شلیسن و پرفیکساش یا همون پیشوندایی که باهاش میان و معنیای مختلفی به خودشون میگیرن، یکیش آف شلیسن هست. آف شلیسن یعنی باز کردن در با کلید، در رو براش باز کنیم توی آفشلیسن. پس این فعلا پیدا کردیم، قبل اینکه نامه رو بنویسیم یا همون ناخشتو باید یکم در مورد ورچاتس فکر بکنیم و ببینیم که چی باید بنویسیم.
شلوسل رو میخوایم چیکار بکنیم؟ حالا شلوسل رو میتونه فردا صبح بیاد از ما بگیره قبل اینکه من برم، یه جوری من ببرم بهش بدم. اینو میتونیم تو متن بنویسیم. وی زی بای فراگن ارایش بارزین، شما چه جوری در دسترسش میتونید باشید اگه اون بای فراگن موقع سوال، یعنی اگه اون سوالی از ما داشته باشه. ارایش بارزین، ببینید اینجا شما میتونید بنویسید ایشبین اونتا ده تلفن ما پونکت 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 ارایش بار، من در دسترس هستم با این شماره تلفن. یا اینکه شما میتونید منو پیدا کنید، ارایشن کنید منو با این شماره تلفن. پس میتونیم بگیم ارایش بار زاین، این فرمول رو استفاده بکنیم، این ادیکتیو هست، صفت به اضافه فعل. یا میتونید یه مندن ارایشن مفعول اکوزاتیوی بیارید، همینطور که اینجا نوشتم، به اضافه فعل ارایشن، نه ارایش بار. ارایش بار در واقع صفت فعل ارایشن هست. خب این از این. حالا اینا رو که نوشتیم در مورد این چهار تا مورد، در آخر باید یه جوری متنمون رو تموم کنیم، در واقع یه جورایی همینطوری باز نذاریم، پایان باز بهش ندیم و سعی کنیم که ناممون رو تموم بکنیم، چون اینجوری قشنگ تر میشه. نامه رو چجوری تموم میکنیم؟ من اینو همیشه به زبان آموزا میگم، یه سری جملات هست که تقریبا 99% میتونیم تو تمام ایمیل ها، نامه ها که به حالت رسمی مینویسیم یا فرق نمیکنه دوستانه مینویسیم استفاده بکنیم. دو سه موردشو من اینجا براتون نوشتم. خب شما کمک خواستین از همسایتون، حالا باید منتظر باشین که به شما جواب بده. شما هنوز نمیدونین که آیا قبول میکنه یا قبول نمیکنه. حالا باید چی بگیم؟ حالا باید بگیم که منتظر شما هستیم، منتظر در واقع جواب شما هستم. و چجوری اینو میگیم؟ میتونیم بگیم مثلا ایش وارت آف ایغ آنتفورد، یا خیلی خوشحال میشم که بهم جواب بدید، یا خیلی مشتاقانه با کمال میل منتظر جواب شما هستم. اینو که نوشتم زیش آف اتفاس فروین، خوشحال بودم برای چیزی. ایبا اتفاس فروین وردن، چرا این ایبا اومده؟ چرا آف اومده؟ خب اوبا موقعی که ما کنیوکتیف فعل کنیوکتیف سوای داشته باشیم، آف تبدیل به اوبا میشه با فروین. میدونیم که فروین دوتا پرپوزیسیون داره برای استفاده، یعنی در واقع سه تا داره، ولی دو تاش رو که ما یاد گرفتیم آف و اوبا هست. آف خوشحال برای چیزی بود هستیم که هنوز اتفاق نیفتاده، اوبا خوشحالیم درباره چیزی که اتفاق افتاده و تموم شده و براش خوشحالیم. اینجا چون هنوز به ما جواب نداده آف استفاده میکنیم. ممکنه برای بعضی از دوستان پیش بیاد که چرا باز اینجا ایبا شد، چون ما فعل کنیوکتیف سوای وردن رو داریم. هر جا اینو نداشتیم این اتومات ایبا میشه آف، اگر وردن رو داشتیم آف میذاریم کنار، ایبا رو مینویسیم. اینو فقط باید بدونیم که دلیلش اینه. در نهایت ازش تشکر میکنیم پیشا پیش به خاطر کمکش. یه مندم دانکن فور اتفاس اکوزاتیو. پس اگر ما بخوایم از کسی تشکر کنیم میتونیم بگیم فیلن دانک در سطح آینس آسوایه، یا میتونیم بگیم از جمله استفاده کنیم به این شکل که بگیم ایش دانک اینن، ایش دانک اینن داتیف، از شما تشکر میکنم برای کمکتون. فیو اتفاس، حالا هیلفه هست، انفورماسیون هست، خب موضوع به بسته به موضوعات فرق میکنه. اینجا توی این موضوع ما باید هیلفه رو بنویسیم. خب یک کوچولو برای خودمون ورکشاتس اینجا نوشتیم، خلاصه که باید چیکار بکنیم، حالا از چه فعلایی میتونیم استفاده کنیم. میریم داخل متن شروع میکنیم و مینویسیم. من البته نوشتم از قبل براتون و با هم دیگه کار میکنیم. زیر گرت فراو مولا، لیب فراو مولا، اینا رو ما یاد گرفتیم توی یکی از ویدیوهام، طریقه شروع کردن و نوشتن یک نامه در واقع کار کردیم. این آنقده هست، یا همون میگیم زیر گرت فراو مولا، خدمت محترم خانم مولا، همچین چیزی در واقع اینجا معنی میده. بعد شروع میکنیم. البته اینجا بتخف هم میتونیم بنویسیم موضوع ما چی هستش، من ننوشتم. موضوع میتونه بنویسید هیلفه بیتن، اودا بیته هیلفه، بیته یعنی خواهش برای هیلفه. خب زیر گرفت فراو مولا، اودا لیب فراو مولا، اینو که نوشتیم کما، حالا چی باید، چجوری باید شروع کنیم؟ من اینجوری شروع کردم، من با این نوشتم
از شما خواهشی دارم یا دارم از شما خواهش میکنم برای کمک کردن به من. با این نوشتم. Ich möchte Sie mit diesem Schreiben um Hilfe bitten. من میخوام که با این نوشتم، با این ناخیشتم، با این چیزی که برای شما نوشتم، از شما خواهش کنم که به من کمک کنید. Um Hilfe bitten. خواهش کردم برای کمک. اینجوری هست معنی تحت لفظیش. حالا چرا؟ چیزی که بهتون بالا گفتم. Mein Herz ist kaputt. چرا؟ یعنی باید از یه جای داستان رو شروع بکنید. Mein Herz ist kaputt. اجاق گاز من خرابه. Und der Reparatur Service kommt morgen um 11 Uhr. و در واقع تعمیرات، سرویس تعمیرات فردا ساعت 11 میاد. خب تا اینجا ما یه کوچولو توضیح دادیم که موضوع چی هستش. حالا چرا اصلا ازش بیته میخواییم؟ برای این leider bin ich aber morgen nicht zu Hause. Warum? Weil ich meine Frau vom Flughafen abholen muss. حالا اینجا میتونیم بگیم ich bin leider aber. ولی وقتی که با یک ادوربی ما جملمون رو شروع کنیم جمله ما قشنگتره تا اینکه همش با فاعل شروع کنیم. ich اینجوری زیاد قشنگ نیست. Leider, متاسفانه bin ich aber morgen nicht zu Hause, weil ich meine Frau vom Flughafen abholen muss. برای اینکه من خانوممو باید از فرودگاه برم دنبالش بیارمش. خب یه تقریبا میشه گفت یه چیز مهمیه و شما دلیل آوردین که چرا خونه نیستین. حالا تا اینجا شما نکته اول رو نوشین. Warum sie nicht da sind. Was ihre Nachbarin tun soll. حالا ناخبارین شما باید چی کار بکنه؟ اومدم من اینجا مستقیم با کنیوکتیف سوای نوشتم. Könnten Sie bitte die Tür für den Reparaturservice aufschließen؟ میتونید لطفاً زحمت بکشید. این könnten یه در واقع هفلیش بیته بهش میگم. ما برای کنیوکتیف موارد مختلفی هست. ما فکر کنم تو کانالم در مورد کنیوکتیف صحبت نکردیم. خیلی موضوع در واقع لیبلینگ سمای من هست. خیلی من کنیوکتیف، موضوع کنیوکتیف رو خیلی دوست دارم و خیلی خیلی کاربردی هستش در زبان آلمانی. همه جا میتونیم استفادهش بکنیم و طرف مقابل خیلی خوب ما رو متوجه بشه. حالا اینجا من könnten نوشتم. können هم درسته ولی könnten کنیوکتیفه که خیلی خیلی این خواهش ما رو مؤدبانه تر میکنه. könnten Sie bitte die Tür میگه میتونید لطفاً در رو برای این سرویس تعمیرات باز کنید. aufschließen یعنی با کلید باز کنید. ich würde ihnen den Schlüssel morgen früh geben. من würde یعنی خیلی بازم کنیوکتیوه میتونم بگم ich gebe ihnen. اینم اوکیه ولی با würden قشنگتر میشه و یه جوری معنیش اینجوریه که من خیلی با کمال میل فردا میام و کلید رو به شما morgen früh فردا صبح زود میدم قبل اینکه برم حالا دنبال خانومم. خب تا اینجا ما سه تا نکته رو نوشتیم. Warum sie nicht da sind, was ihre Nachbarin tun soll und Schlüssel. Schlüssel هم که گفتین که فردا میتونم صبح بیام بهتون بدم. حالا نکته آخر اینه که ویزی بای فراگن ارایش بارزیند. اینجا من نوشتم اگه سوالی به وجود بیاد بای بشتیندن فراگن اگه سوالی پیش بیاد بینش ایما اون تده تلفن نما 012. حالا این یه چیز پیشفرز خودم نوشتم ممکنه یه چیز دیگه باشه. بالاخره یه شماره تلفن ارایش بار. همونطوری که تو بالا براتون نوشته بودم گفتم که میتونیم ارایش بار زاینو استفاده کنیم. ایش بین ارایش بار اوده زی können mich unter diese Telefonnummer erreichen. خب شما میتونید موقعی که سوالی پیش بیاد منو با این شماره تلفن من ارایش بار هستم ببخشید من بای بشتندن فراگن در اگه زمانی یه سوالی پیش بیاد من با این شماره تلفن در دسترس هستم. ایش بین ارایش بار. داخل پرانتز من در واقع آلترناتیو یا میتونم بگم مورد دومی رو که درسته رو نوشتم. شما یا اینو میتونید بنویسید یا اونو. بای بشتندن فراگن کنن زی میخ unter der Nummer 0123 erreichen. اینجا فعل erreichen رو استفاده میکنیم. اگه زمانی که یه سوالی پیش بیاد شما میتونید منو پیدا بکنید با این شماره تلفن. ich würde mich sehr freuen. حالا در نهایت یه سری جملاتی که گفتم همیشه مشترکه.
حالا همیشه شاید درست نباشه بگم تقریبا همیشه مشترک تو تمام متنها، ایمیل، حالا نامه رسمی، غیر رسمی، بیشتر رسمی می نویسیم، مشترک اینا هستن. خیلی خوشحال میشم که بتونید به من کمک کنید. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir helfen könnten. اگه بتونید به من کمک کنید. اینجا کنیوکتیوس وای könnten به معنی اینه که اگه بتونید به من کمک کنید، یعنی مطمئن نیستیم که اون خانم بتونه به ما کمک بکنه، باید به ما جواب بده. Ich warte gerne auf Ihre Antwort. من با کمال میل، با اشتیاق منتظر جواب شما هستم. اینا رو که من با آبی نوشتم و این بالا رو یادم رفته بنویسم، اینا در واقع آلترناتیو یا همون موردی هست که مثل همونه، همون معنی رو میرسونه و شما از اینم امکانم میتونید استفاده بکنید. Ich freue mich auf Ihre Antwort. اینم میتونیم بنویسیم. Ich warte gerne auf Ihre Antwort. Ich freue mich auf Ihre Antwort. حالا من اینو ننوشتم. چرا؟ چون freuen رو یک بار اینجا استفاده کردم. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir helfen könnten. دیگه اینو ننوشتم. شما توی نامه دیگه، توی موضوع دیگه، اگه اینو استفاده نکنید، موضوع دیگه باشه، میتونید اینو بنویسید. نخواستم تکرار بشه. دوتا فعل پشت سرم. Freuen, freuen. یا اینکه über ihre Antwort würde ich mich sehr freuen. اگه در واقع به جواب شما من خیلی خیلی خوشحال میشم اگه شما به من جواب بدید. Und این اونده در واقع ادامه اینه. Ich warte gerne auf ihre Antwort. تا اینجا. Und danke Ihnen im Voraus für ihre Hilfe. و خیلی ممنونم از شما پیشاپیش. Danke Ihnen. ازتون ممنونم پیشاپیش به خاطر کمکتون. شما پیشاپیش از این خانم تشکر میکنین به خاطر کمکش، ولی خب نمیدونین هنوز میتونه شما رو کمک بکنه یا نه. در هر صورت ما اینو مینویسیم چون خیلی جمله خوب و کاربردی هست توی متنهای ایمیل و نامه ها. خب تا اینجا فکر میکنم بیشتر از 80 کلمه باشه و تمام در مورد تمام موارد نوشتیم. در نهایت یه جورایی خوب بستیم و تمومش کردیم. خیلی مهمه که درست شلوس ماخن کنیم، یعنی درست تموم کنیم متن رو. ازش تشکر کردیم و گفتیم که منتظر جوابش هستیم و خوشحال میشیم که اگه کمکتون بکنه. در نهایت گروس، قسمت گروس یا همون سلام رو میرسونید. میت فرویلیشن گروسن یا میت هرسلیشن گروسن میتونید بگید، با سلام ها، در واقع سلام های خیلی دوستانه و از صمیم قلب. هرسلیشن خوستن اینجا نوشتم. فور نامه نخ نامه، این همون تا شریفت شما یا همون امضای شما هست که در واقع اسم کوچیک و اسم بزرگ، در واقع اسم بزرگ نه، اسم فامیلیتون هستش. دوستان این موضوع امروز بود. بیته ام هیلفه این انقده ما هست، این متن ماه. در آخر متن رو تموم کردیم و تشکر کردیم، سلام رو نوشتیم و امضا کردیم. این فکر میکنم که 80 کلمه هم باشه، میتونیم بشموریم. خب دوستان من این متن رو هم کوتاه سرانگشتی شمردم، بالاتر از 80 کلمه هست، یعنی در واقع 80 کلمه رو بهش رسیدیم. اما بازم میگم اونقدر این مهم نیست به اندازه متنی که دارید مینویسید، این اونقدر مهم نیست به اندازه موضوعی که باید متوجه بشید. یعنی شما تما رو، تما فشتن خیلی مهمتر از اینه که شما تما رو درست متوجه نشید ولی بیایید حالا به جای 80 تا 100 تا کلمه بنویسید. مهمترین چیز اینه که موضوع رو درست متوجه بشید و متنی که مینویسید تا یه حدی در حد B1 باشه. خب شما میتونید از نبنزاتسا استفاده کنید، همینطوری که من استفاده کردم. وایل ایش ماین فرافون فلوکافن اپولن موس نبنزات استفاده بکنید. بعد خب از فعل هایی که پرپوزیسیون احتیاج دارن استفاده کنید. کنیوکتیوس وای استفاده بکنید. اینا خیلی مهم هستن، چیزایی که من استفاده کردم. کنتن، ویردن یا مثلا اینجا هیلفه بیتن. اینا خیلی مهمه که و اینکه استروکتور رو درست بنویسید، یعنی اولش موضوع آنقدر چجوری شروعش کردید، اینلاتونگو مقدمه کوتاهی که شروع کردید که حالا اجاگازتون خرابه حالا باید چی بشه و اینا، تا اینکه میایید اینجا از نبنزات استفاده کردید، دوباره در نهایت به اون نکاتی که این بالا قید شده پرداختید و در سرآخر درست متن رو بستید و ازشون خواهش کردین که جواب بده، یعنی یه جورایی گفتین که خوشحال میشم از جواب شما و ازتونم پیشاپیش ممنونم. شما با این دوتا جمله متن رو بستید و خوبم بستید و در نهایت هم که خب این
ساختار نامه در زبان آلمانی یا همون متن یا ناخیشت ایمیل در زبان آلمانی هست، به شکل رسمی غیر رسمی فرق نمیکنه، قوس و اون تا شریفتتون هم باید بنویسید. و خیلی مهمه، اینا همه نمره داره. اولین چیز موضوع رو درست متوجه بشید، تما فرشتن هست. دومی استرکتور درست بنویسید. سومی میشه ورچاتتون. و چهارمی گراماتیک و اینکه مثلا بتونید از نوینزاتسا استفاده بکنید و پرپوزیسیون های درست رو برای فعلاتون استفاده بکنید. اینا خیلی مهم هستن، ولی بازم میگم مهمتر از همشون موضوع رو درست متوجه بشین. شما میتونید یه متن بسیار خوب خیلی قشنگ در خور سطح B1 سطح B2 بنویسید، حتی C1، ولی موضوع رو متوجه نشدید، نمره نمیگیرید. حتی خیلی از پروفاها من شنیدم که نول میدن، صفر میدن. حالا بستگی داره، بعضیا نمیدن، بعضیا خیلی 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 مهمه که موضوع رو متوجه بشین. همیشه از این زمانی که به شما دادن تقریبا میتونم بگم 3-4 دقیقه رو بذارید برای اینکه آفکابه رو بخونید، متن رو درست متوجه بشید و اون پونکت ها و نکاتی که در موردش باید بنویسید رو هم متوجه بشید. بعد بیایید 3-4 دقیقه بذارید برای نوت که چیا رو باید بنویسید، از چه فعلی استفاده کنید. اگه این فعل استفاده میکنید میدونید پرپوزیسیونش چیه، میدونید که مفعولش در حالت اکوزاتیو میاد یا داتیو میاد. اینا خیلی مهمن. بعدش متن رو شروع بکنید. فکر میکنم 20 دقیقه برای متن کافی باشه. 10 دقیقه بذارید برای خوندن آفگابه، فهمیدن پونکت ها و یک سری نکاتی که خودتون کوچولو یادداشت میکنید که چجوری شروع بکنید متن رو. دوستان این بود ویدئوی امروزمون با موضوعی که با هم دیگه کار کردیم. تو ویدئوی بعدی موضوع دوم رو با هم دیگه کار میکنیم. خوشحال میشم اگه نظراتتون و انتقاداتتون رو و همچنین موضوعاتی رو که دوست دارین که بهش بپردازیم تو کامنت ها برای من بنویسید و با یک لایک کانال من رو حمایت بکنید. ممنون از توجهتون. تا ویدئوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.